به صدا در خواهد آمد. از این لحظه از رأس ساعت 18:30 این بازی حساس شروع خواهد شد تا ببینیم که چه اتفاقی در میدان میافته. عرض کردم امیدواریم بازی پرشوری باشه، بازی پرگلی باشه، فارغ از اینکه کی میبره آبی یا قرمز، بازی قشنگی باشه و زمین ساز تدارک بیشتر و آمادگی بیشتر برای تیم ملی فوتبال کشورمون برای رفتن به جام جهانی 2014. عمران زاده برای استقلال، هیثم حسینی که در سمت چپ برای استقلال بازی میکنه. در مرکز زمین نوری، این هم چهره محمد نصرتی، مدافع میانی تیم پرسپولیس. اولین ضربه آزاد رو بعد از اولین خطا نصرتی میزنه. با غلامرضا رضایی، از این ور هم علی کریمی، یه دریبل یه پا دو پایی رو میزنه ولی خوب نگرفت کارش و توپ به اوت میره به نفع تیم استقلال. اولین ضربه کنار دروازه رو هم مهدی رحمتی خواهد زد. نگاه میکنیم صحنه رو، دریبلی که کریمی زد، فضای کمی بود براش و توپ از اختیار او خارج شد. پژمان منتظری که طرفداران استقلال نگران بودن به بازی نرسه، اما پزشکان تیم استقلال او رو به این مسابقه حساس رسوندن. یه خطای دیگه اونجا شکل میگیره و محسن ترکی که کاملا آشناست به قضاوت در فضای این بازی حساس، در سوت خودش میدمه و توپو به نفع استقلالی ها اعلام میکنه. نگاه میکنید که چگونه این حرکت از نصرتی به روی فرهاد مجیدی سرزد، این بازیکن و این هم کاپیتان استقلال که فعلا آقای گل بازی ها هم هست و مرد پیشتاز جدول گلزنان باشگاه ها. فصل گذشته هم با دو گل او استقلال هم در رفت هم در برگشت پرسپولیس رو برد. عمرانزاده رفته برای زدن ضربه سر، ضربه آزادی که مشتبه جباری ببینیم چه جوری خواهد زد. حتی میداودی هم آماده است، یعنی اینقدر اعتماد به نفس داره که احتمالا مستقیم بزنه. مستقیم هم میزنه توپ رو باز. با خطای نصرتی چیزی نمونده بود که دروازه پرسپولیس باز بشه بعد از اون ضربه ای که میداودی زد و خوبم زد. توپ از کنار دروازه بیرون میره. نگاه کنیم، زیاد محکم نزد، فنی، اما خب توپ با فاصله ای تقریبا یه متری از کنار دروازه میثاق معمارزاده به بیرون رفت. ترکیب بازیکنان رو دیگه حتما میدونید چون بارها آقای یوسفی و دوستانمون راجع به اونها صحبت کردن. دیگه من در حین گزارش بازیکنان رو اسم خواهم برد تا راحت‌تر بتونیم در گزارش این بازی با شما باشیم. پشت دفاع پرسپولیس، یه حمله از استقلال، میداودی، شکوری در مقابلش قرار گرفته. مجیدی اومده این طرف، آخرین مردی است که اگه توپ سانتر بشه و به او برسه میتونه موفقیت برای استقلال به بار بیاره. حالا میاد بین دو مدافع پرسپولیس قرار میگیره. همچنان استقلالی ها منتظرن تا فرصتی پیش بیاد تا توپ به او برسونه. این اتفاق نیفتاد. در خط دفاعی یاران پرسپولیس توپو دور میکنن. توپ رو بازیکن پرسپولیس به بیرون زد به خاطر اینکه جاسم کرار روی زمین افتاده بود. نگاه کنیم اینجا حرکتی که نصرتی انجام داد. دوتایشون هم پارسال تو تراکتور سازی با هم همبازی بودن. تراکتور سازی دیروز در مقابل نفت تهران در تبریز 2-1 باخت. حتی نفت آبادان هم دیروز در این هفته پیروزی خوبی داشت، در شمال 2-1 ملوان رو برد. چهره علیرضا حقیقی رو میبینید، دروازه‌بان جوان تیم پرسپولیس که روی نیمکت ذخیره ها نشسته. از اونور پرتاب از استقلالی ها برای پرسپولیسی ها، بازی جوان مردانه ای که انجام شد. معمارزاده، ضربه از میثم حسینی، جباری، تو بلی اسگر میزنه، باز هم حسینی برای جاسم کرار، برمیگردونه به عقب جاکالا. پژمان منتظری ضریب اطمینان مدافعان استقلال رو بالا برده.
موقعیت برای فرهاد مجیدی، بازیکن خوش نقش و خوش استیلی که این روزها برای استقلال خوب گل میزنه. علی اصغر هم چهره خوش تکنیک تیم پرسپولیسی هاست، همین بازیکن. یه پاس گل هم در یکی از داربی ها به عادی نوروزی داد علی اصغر که باعث پیروزی پرسپولیس شد. نصرتی ضربه رو خواهد زد. تقریبا همه ضربات رو در زمین خودش رو نصرتی میزنه. کپتین یکی رو خیلی بد زد و توپ به بیرون میره. میثم حسینی مأمور پرتاب. چهار دو سه یکی که پرویز مظلومی برای تیم استقلال چیده. چهار مدافع کاملا مشخصا عمرانزاده، حسینی، بجمان منتظری و خسرو حیدری که الان خسرو حیدری صاحب توپه. بس مرکز زمین هم کیانوش رحمتی و آندرانیک دو هافبک دفاعی این تیم هستن. چند گام جلوتر حضور مشتبه جباری و میلاد میداودی رو به عنوان هافبک های نفوذی داریم و فرهاد مجیدی هم که در خط حمله برای استقلال بازی میکنه. پرسپولیس در خط حمله بیشتر از غلامرضا رضایی و علی کریمی استفاده میکنه. پشت سرشون مازیار زاره، بادامکی، نوری و کاظمیان هستن. کاظمیان هم مهاجم کاذب و میشه گفت سوم پرسپولیسی هست. تقریبا 4-4-2 که بعضن 4-3-3 میشه. رضایی، علی اصغر، رضایی بازیکن پا به توپیست و با تکنیک. جباری، او هم همین خصوصیت رو داره. دست داور بالاست. ضربه غیر مستقیم به نفع پرسپولیس در دقیقه هفتم بازی. هنوز بازی به درستی جا نیافتاده. مهدی رحمتی رو میبینید، دروازه‌بانی که از همونجا جایگیری خودش رو شروع کرد. نوری پشت دفاع استقلال، موقعیت هست برای کاظمیان. بازیکنی که یه باره با سه گلی که به صنعت نفت آبادان زد دوباره اسمش سر زبون ها افتاد. این هم حسین بادامکی که در اولین بازی فصل گل قشنگ به ملوان زد امسال. چهره پرویز مظلومی رو هم دیدید، در سال 62 تو همین ورزشگاه یه گل قشنگ به پرسپولیس زد و باعث پیروزی 1-0 استقلال شد. بینندگان محترم میتونن در مسابقه پیامکی برنامه هم شرکت بکنن. شماره 10000 فقط بنویسید که طرفدار استقلال هستید یا پرسپولیس. اگه پرسپولیسی هستید شماره 1، استقلالی هستید شماره 2 و ارسال کنید تا در مسابقه شرکت داده بشید. در خطاها میبینید استقلال 4 تا، پرسپولیس 2 تا داره. در دقیقه 8 بازی این پیامک متعلق به همه کشوره و از سر تا سر کشور بینندگان محترم میتونن در این مسابقه پیامکی شرکت بکنن. پشت دفاع پرسپولیس، به نظر میسه توپ به نفع اونها بیرون خواهد رفت. بله، همین اتفاق هم میفته و معمارزاده بازی رو شروع خواهد کرد. کمک داور دوم بازی آقای منصوری رو میبینید و خسرو حیدری رو. او هم بازیکن خوش نقشیست برای استقلالی ها. البته پاشه های زیادی برای حضورش امسال در استقلال ایجاد شد. علی کریمی، کاپیتان با تکنیک تیم پرسپولیس، بعضی موقع ها واقعا یه تن تیمش رو در میدان هدایت و رهبری میکنه. و محسن ترکی داور بازی. واقعا همه چیز برای یک بازی گرم و پر هیاهو و پر انرژی و داغ آماده است و مهیاست در ورزشگاه آزادی. کرار علی اصغر توپو برمیگردونه برای معمارزاده. جباری، حسینی. حسینی یه لحظه جا میمونه اما بازگشتش با خطا همراه بود. بازیکنی که در تصویر او رو میبینید، میثم حسینی، فصل گذشته در تیم گسترش فولاد تبریز بازی میکرد.
مازیار زاره در مرکز زمین برای پرسپولیس. میبره به جایی که رضا نو محمدی اینجاست. نو محمدی بلند روی دروازه استقلال، کسی نیست. کریمی یه لحظه صاحب توپ میشه، ببینیم چه کار خواهد کرد با این توپ. علی کریمی هست و دروازه تیم استقلال هنوز در محوطه جریمه، همچنان صاحب توپ که سرانجام آنترانیک تیموریان توپو برمیگردونه. حالا بذار رضایی از پاس خوب کریمی استفاده ای نبود. علی اسکر حالا ببینیم با این توپ چه کار میکنه. خیلی بد میفرسته و توپ برمیگرده. دوباره موقعیت. مازیار زاره. یه ضربه محکم. و تماشایی از مازیار زاره. آفرین به زاره، آفرین به رحمتی. یکی خوب زد، اون یکی خوب گرفت. نگاه کنیم اینجا مازیار زاره این شوت قشنگو زد و توپ در اختیار مهدی رحمتی قرار گرفت. نور محمدی، شکوری، خسرو ایدری حتما به عقب بر میگردونه. منتظری، او هم عقبتر با رحمتی دروازه‌بانشون. حنیف عمران‌زاده از رحمتی میخواد که توپ بلند بزنه و پاس نده. در نمای زیبا از ورزشگاه آزادی دیدید که دیگه جایی برای نشستن بجز حد فاصله طرفداران دو تیم نیست. حتی من میبینم بالای طبقه دوم عده‌ای هم ایستاده بازی رو نگاه میکنن، چون واقعا جایی برای نشستن نیست. دوازده دقیقه، استقلال 0 پرسپولیس 0. مظلومی و استیلی رو میبینید. پرتاب از ابراهیم شکوری خواهد بود. رحمتی، تو به جباری نرسید. یه لحظه میداویدی و یه بار دیگه اعلام خطا میشه. 6-7 متری توپ عقبتر از اون ضربه قبلی استقلالی ها قرار میگیره. این بار البته میبینم که آندرانیک تیموریان توپو میکاره، هرچند دوباره حرکت میکنه و جلو میره و جباری مسلماً سانت خواهد کرد. جباری میفرسته روی دروازه، فرصت برای حنیف عمران‌زاده. مدافعان پرسپولیس برمیگردونن تا در نهایت نصرتی تیک توپو به زمین استقلال بفرسته. کریمی حتی از جاسم کرار بریه. کریمی بلافاصله بازی رو شروع میکنه. رضایی به دنبال توپ و کنترل از پژمان منتظری. به بیرون میزنه، اعتراضی هم به کمک داور میکنه پژمان منتظری. بازی کنه خط دفاعی تیم استقلال. رضایی سانترش برمیگرد، دوباره پرتاب برای پرسپولیس. حمیدرضا علی اسکر و کریمی. کریمی رد میشه، قشنگ هم رد میشه، به بیرون. فرصت برای پرسپولیس. چه موقعیتی ساخت علی کریمی. جهت نیست که طرفداران پرسپولیس رو خیلی دوست داره. خوب کار کرد همین بازیکن. حرکت زیبا و تکنیکیه رو. این چه جوری رد شد از مدافع مستقیم خودش. یه فرصت دیگه اونجا روی کورنر برای تیم پرسپولیس که رحمتی توپو جمع میکنه. میداودی تو بازربه سر شکوری به دروازه‌بان پرسپولیس به میثاق معمارزاده میرسه. تقریبا همه چیز پایان پایه. هر حمله استقلال با حمله پرسپولیس جواب داده شده و توپ میشه گفت متعادل بین دو تیم فعلا تقسیم شده. حسینی که اولین شهرآورد خودش در فوتبال ایران رو در تهران تجربه میکنه. همین بازی کن محمد نوری، علی اسگر، بادامکی. توی این فصل برای پرسپولیس خوب کار کرده حسین بادامکی. کرام، جباری فرصت خوبی داره به من یک بازی ساز. میبره برای میداودی. حالا میداودی موقعیت برای زدن توپ که میزنه، برگشت توپ، یه بار دیگه فرصت و توی دروازه. بازم فرهاد مجیدی
باز هم فرهاد مجیدی گل میزنه برای تیم استقلال. گل‌های پرتعداد مجیدی به پرسپولیس در سال‌های اخیر واقعاً حالا باعث شده محبوبیت فوق‌العاده‌ای در نزد طرفداران تیم استقلال پیدا بکنه. در اون بازی که 2-1 با گل کریم باقری پرسپولیسی‌ها بردن، مجیدی گل زد. دو فصل پیش، فصل پیش هم که هر دو گل بازی‌های رفت و برگشت رو به ثمر رسوند. یه گلش رو آرش برهانی زد، ولی فرهاد مجیدی سه گل پشت سر هم قبل از گل آرش برهانی به تیم فوتبال پرسپولیس زده بود. الان این دیگه میشه در طی چند سال اخیر چهارمی گلم در سالهای دور، زمانی که مرحوم ناصر حجازی مربی تیم استقلال بود به پرسپولیس زد. رضایی، حالا استقلال 1-0 جلو افتاده و قوقایی در سکوهای طرفداران آبی به پاست. باز هم این بازی کن فرهاد مجیدی، حالا 6 گل است در لیگ. رضایی، دو سه تا حمله پرسپولیس جواب نداد تا یه ضد حمله از استقلالی ها با کار خوب میلاد میداودی در نهایت به گل ختم شد و نصرتی نتونست همراه با مدافعانشون جمع و جور بکنه. معمارزاده توپو برگشت داد، در ریباند استقلالی ها به گل رسیدن. مجیدی در دابی 67 گل پرسپولیس رو موقع کلاکت زد به پرسپولیس گل زد. در دابی 68 یه گل زد پرسپولیس، دو گل زد. در دابی 69 تک گل استقلال رو در آخرین ثانیه ها زد. داربی 70 هم که با گل آرش برهانی به پایان رسید و حالا در داربی 71 باز هم فرهاد مجیدی گل میزنه. با این نتیجه 1-0 برای استقلال. جاسم کرار برمیگردون عقب، مشتبه جباری، کیانوش رحمتی، حسینی، باز هم جاسم کرار از اونجا میتونه بزنه، میزنه توپو و از بالای دروازه به بیرون میره. همین بازی کن پرویز مظلومی مربی تیم استقلال هفته پیش در همین ورزشگاه به تراکتور سازی باخت. حالا فعلا تا اینجا در دقیقه 18 هم 1-0 از پرسپولیس جلوه. عمرانزاده و این هم حمید استیلی مربی تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل. نمایی از طرفداران استقلال در ورزشگاه آزادی دیده میشه. طرفداران استقلال هستن که علی دایی رو تشویق میکنن. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ 1 پیروزی یا پرسپولیس، 2 استقلال. میتونید به شماره 10,000 گزینه مورد نظرتون رو بفرستید تا در مسابقه برنامه فوتبال برتر شرکت کنید. یه شوت از راه دور به تیر دروازه میخوره و حالا دوباره دروازه پرسپولیس میلرزه. مشتبه جباری میتونست یه گل واقعا رویایی به ثمر برسونه. کاظمیان، ببینیم با فرارهاش میتونه کمک کنه پرسپولیس یا نه. کریمی، رضایی، جاسم کرار اشتباه کرد در فرستادن توپ برای فرهاد مجیدی. تیموریان، نوری، دو بازیکنی که در تیم ملی با هم هم بازی هستن. حمله پرسپولیس، کاظمیان میخواد دریبل بزنه، موفق به این کار نشد.
خسرو حیدری هر طور شده توپو دور میکنه. نور محمدی محمد نصرتی پشت دفاع تیم استقلال توپ به مهدی رحمتی میرسه. فرهاد مجیدی عقب‌تر با جاسم کرار. جاسم کرار هنوز خودش پا به توپه. حسینی نزدیک میشه به او. جاسم کرار همچنان پا به توپه. عقب‌تر کیانوش رحمتی رو میبینه. اون میاره برای خسرو حیدری. حالا موقعیت خطرناکی برای استقلال داره. رفت رفته به وجود میاد. میفرسته رو دروازه. به فرهاد مجیدی نرسید. و اعلام خطا به نفع تیم پرسپولیس. خطایی به روی جواد کاظمیان که در تصویر او رو میبینید. استیلی آرام کنار زمین ایستاده و بازی رو نگاه میکنه و چهره خسرو حیدری رو میبینید، مدافع راست تیم فوتبال استقلال. حمیدرضا علی اسکر، بادامکی، غلامرضا رضایی، نوری، یه پاس میندازن برای کریمی. نظر داور اینه که خطایی انجام نشده و بازی دنبال خواهد شد. مهدی رحمتی با آرامش توپو نگه میداره تا خودش بازی رو شروع بکنه. نگاه کنیم اینجا صحنه ایه که اتفاقی هم نیفتاد. ضربه از رحمتی، نصرتی به دنبال توپ. میثاق معمارزاده دروازه‌بان پرسپولیس توپو میگیره. نیمکت ذخیره های پرسپولیس رو میبینید. جعباری یه پاس دیگه میتونست بندازه. خط دفاعی پرسپولیس برمیگردونه. رضایی موقعیت داره برای حمله به سمت دروازه استقلال. توپ به پشتش خورد و اتفاقی نیفتاد. نگاه کنید اینجاست که توپ به پشت سر او خورد. خودش البته اعتقاد داشت که خطایی انجام شده. حسینی، جاسم کرار، تکل از حسین بادامکی، به خوبی توپ از یاران استقلال میگیره. مازیار زاره، نصرتی، علی اسکر. بازی تک ضربه پرسپولیسی ها در زمین خودشون. بادامکی، نصرتی، معذرت میخوام، مازیار زاره، حالا نصرتی. یه پاس پشت دفاع، موقعیت هست برای جواد کاظمیان، شماره 17 معروفه پرسپولیس، شماره 17 که سالهای دور به تن فرشاد پیوس برازنده بود. منتظری خودش توپو خواهد زد. با مهدی رحمتی نگاه کنیم اینجا اتفاقی بود که پیش آمد و کاظمیان روی منتظری خطا کرد. یاران استقلال صاحب توپ هستن. می داودی هست و حالا برای جاسم کرار. فرصت برای استقلال. و فرصتی که از دست میره. چرا؟ چون مدافع پرسپولیس توپ رو به کورنر فرستاد. معمارزاده یه لحظه واقعا نفس تو سیناش حبس شد. نگاه کنیم اینجا پاس به بیرون قشنگ، پاس به جلوی قشنگ جاسم کرار که میتونست حتی به گل خط بشه. با کار قشنگ می داودی و دفع توپ از رضا نور محمدی که توپ رو به بیرون فرستاد. پرتو از یاران استقلال، آندرانیک تیموریان بلند میندازه به تیر یک. پرچم کمک دوباره بالاست. به نظر میسه خطای پرتاب اعلام شد از تیموریان. تعویض زود هنگامی انگار در تیم پرسپولیس خواهیم دید. رحمتی، البته کیانوش رحمتی، حالا آندرانیک تیموریان. باسماندو به عقب برمیگردونه. خسرو حیدری توپ ازش میگیرن. موقعیت برای یاران پرسپولیس. کریمی
انتقال توپ به محمد نوری و هم خیلی راحت از دست داد. هافبک‌های استقلال صاحب توپ میشن. جاسم کرار، جباری، رحمتی، حسینی. برمیگردونه اما توپ به نفع تیم پرسپولیس به زمین اونها میره. محمد نصرتی صاحب توپ. 25 دقیقه رو پشت سر میذاره. یک بر صفر به نفع تیم استقلال با گلی که فرهاد مجیدی زده. بادامکی، رضایی، ببینیم بستانترش چه استفاده میکنن. یه فرصت، یه ضربه. خسروی دایی توپو برمیگردونه. مازیار زاره، بازم شوت از راه دور. از کنار دروازه توپ به بیرون میره. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم استقلال رو میبینید و این هم شوت زاره که برای دومین باره که در این مسابقه با رحمتی با شوت رو در رو میشه. یکی زد که رحمتی گرفت، اینم دومیش بود. از این بازیکن مازیار زاره، بازیکن اهل بندر زیبای انزلی در شمال ایران. حنیف عمرانزاده، مدافع بلند قامت و سرزن تیم استقلال. منتظری، مجیدی، یه خطا اونجا به نفع یاران پرسپولیس گرفته میشه. یه بار دیگه نمایی از ورزشگاه آزادی رو میبینید. 100,000 تماشاگر نشستن و بازی رو از نزدیک نگاه میکنن و میلیون ها بیننده تلویزیونی در ایران و سایر کشورهای جهان که از طریق شبکه جهانی جام جم این برنامه رو و این فوتبال رو نگاه میکنن. پرسپولیس 0 استقلال 1. ضربه از مرکز زمین به نفع پرسپولیس زده خواهد شد. آرمانی تیموریان رو میبینید. او هم فصل گذشته رو در تراکتور سازی تبریز پشت سر گذاشته بود. میثم حسینی، مشتبه جعفری، جاسم کرم، فرهاد مجیدی. به دوباره توپ با فرار خودش شروع کرده. پاس به بیرون میده با جاسم کرم در محوطه جریمه پرسپولیس. جاسم صاحب توپ به بیرون میندازه. فرصت برای استقلال. میداودی عجب توپی رو گل نکرد. فرصت عالی برای استقلال پیش آمد. جاسم کرم چه بازیکنی شده تو این بازی. خوب کار میکنه و خوب پاس میده. حمید زالی اسکر رو میبینید و حمید استیلی مربی پرسپولیسی ها رو که نگران صحنه هاست. فرهاد مجیدی اینجا با حرکت یاران پرسپولیس متوقف شد. پرتاب برای یاران استقلال. حالا میثم حسینی توپ پرتاب خواهد کرد. پرتاب بلند به محبت جریمه. یه ضربه سر. توپو برمیاد اون سمت و سرانجام میثاق معمارزاده توپو میگیره. از این ور هم توپ به کارنر میره به نفع پرسپولیس. ببینیم از این کارنر جواد کاظمیان چگونه توپی رو دروازه استقلال خواهد فرستاد. نصرتی هم اومده برای زدن ضربه سر. بلند میزنه. کریمی به دنبال توپ. حمله پرسپولیسی ها دفع میشه از توی یاران استقلال و خسرو حیدری توپ رو بیرون میزنه. پرتاب از یاران پرسپولیس و پرتابی که شکوری انجام خواهد داد. میخواد بلند این توپو بندازه. جباری، نوری، منتظری همه در محوطه جریمه تیم استقلال هستند.
رحمتی بیرون با دو دستی توپ رو مشت میکنه. میداودی زاره رفت رفته پرسپولیس داره به بازی مسلط میشه. یرکت و یک ضربه آزاد برای تیم پرسپولیس. فاصله زیاده، چیزی حدود 30 متر فاصله توپ از خط دروازه است. زاره، کاظمیان و کریمی پشت توپ هستند. اگه قرار باشه مستقیم بزنن شاید مازیار زاره بزنه. خط دفاعی استقلال هم شکل میگیره. حالا کریمی، مازیار زاره و باز هم نبرد دو ملی پوش فوتبال ما، مازیار زاره و مهدی رحمتی. رحمتی یه بار دیگه توپ مازیار زاره رو میگیره. نگاه کنیم، محکم زد، میرفت که تو دروازه جا بگیره اما رحمتی توپ رو گرفت. جاسم کرا خیلی روپا و آماده بازی میکنه. نوری، حمله برای یاران پرسپولیس. کاظمیان در محوطه جریمه استقلال وارد شده اونجاست. کاظمیان میزنه توپو اما بد میزنه و توپ بالای دروازه میره. بازی پرتحرکی رو از دو تیم میبینیم. کمتر توپ در میانه میدانه و بیشتر میبینیم به سمت دروازه ها میاد. نگاه کنیم، این حرکتی که کاظمیان انجام داد باید با کات توی پا میزد. عجله او باعث شد موقعیت توپ و موقعیت خوبی که داشت از دست بره. نور محمدی، علی عسکری، نصرتی، بادامکی برای شکوری. شکوری عقبتر نور محمدی رو میبینه. مهم فقط دور میکنه توپو. یه بار دیگه کاظمیان، بادامکی، فرصت برای یاران پرسپولیس. رحمتی، جباری، موقعیت هست برای استقلال این دفعه. تیموریان، میداودی عقبتر خسرو حیدری رو میبینه. کمتر نفوذ میکنه خسرو حیدری. حتی میثم حسینی رو هم نمیبینیم که نفوذ بکنه. در واقع پرسپولیسی ها که از دو سمت زمین خوب حرکت میکنن با موندن مدافعان استقلال در زمین خودشون کمی و حال اونجا فعلا دوچار مشکل شدن. یه لحظه هم شیخ رضایی رو دیدید که روی نیمکت ذخیره ها نشسته پشت دفاع تیم استقلال. رحمتی جمع میکنه. 33 دقیقه، 1-0 به نفع تیم استقلال با گلی که فرهاد مجیدی زده. این نور محمدی است، مدافع میانی تیم پرسپولیس که حالا خودش هم این ضربه سر رو زد. هندو تیموریان رو میبینید، بازیکنی از ارامنه محترم کشور که در تیم ملی فوتبال ما هم حضور داره. یه بار دیگه استان به روی دروازه، فرصتی خطرناک از یاران استقلال که از کنار دروازه به بیرون میره. دورافکن‌های ورزشگاه آزادی هم روشن شده تا کیفیت تصاویر تلویزیونی که با تقریبا 10 دوربین پخش میشه برای بینندگان محترم بالاتر بره. جاسم کرا اعلام خطا. بلافاصله بازی رو پرسپولیسی ها شروع میکنه اما دوباره جاسم کرار. عجله اونها باعث شد توپ دست بره. این بار خطا از علی عسکر به روی جاسم کرار، کاملا برعکس شد. اینجاست ببینید، هولاد کرار رو و به زمین انداخت. منتظری، خسرو حیدری، تیموریان، جباری، حیدری، میداودی. میداودی یه دریبل میزنه، هنوز خود میداودی، فرصت داره همچنان. میلاد میداودی میتونست یه خطا بگیره. توپو گرفتن یاران پرسپولیس. کریمی در خط حمله کمی کم تعدادن. نوری پشت دفاع استقلال. حالا غلامرضا رضایی برمیگردونه به عقب به مازیار زاره. از اونور ابراهیم شکوری جلو میاد. شکوری باید سانت بکنه، همین کارو هم انجام میده. فرصت برای کریمی، به او نرسید. جاسم کرار
پشت سر همه توپو میزنه، با تجربه هم این کار کرد. سنمدن به پای بازیکن پرسپولیس زد تا توپ به بیرون بره. همین بازیکن. نگاه کنید. کاملا میدونست که اونجا چی کار باید بکنه. پرتاب از میثم حسینی. جباری. کرار. نور محمدی. قرامزار رضایی. خوب انداخت برای علی اسکر، ولی علی اسکر حرکتش رو دیر شروع کرد. این مقدار در خط حمله هنوز ناهماهنگ به نظر میرسن یاران پرسپولیس. خسرو ایدری. در دقیقه 36 نتیجه همچنان 1-0 برای استقلال. حسین بادامکی رو میبینید. درمی دوم دروازه ها عوض میشه و کاملا تماشاگران دروازه حریف رو خواهند دید. الان رحمتی جایی ایستاده که دور تا دورش استقلالی ها هستن، میثاق معمارزاده جایی ایستاده که دور تا دورش پرسپولیسی ها هستن. نیمه دوم این قصه برعکس خواهد شد. فرصت برای جاسم کرار. کرار هنوز صاحب توپه، حرکت میکنه به بیرون، میداودی، این بار میثم حسینی که نفوذ کرده و تا کجا جلو رفته. حسینی سانتر میکنه و پاس میده کرار. فرصت برای استقلال، هنوز پا به توپه، کرار توپو میزنه و کورنر میگیره از یاران پرسپولیس. اینجا رو یه مقدار شاید بشه گفت در حفظ توپ و زدن توپ توسط خودش زیاده روی کرد. جاسم کرار، این بازیکن اهل عراق و عضو تیم ملی فوتبال عراق و این هم میثاق معمارزاده، دروازه‌بان تیم پرسپولیس. تیموریان به تیر دو میفرسته. معمارزاده با دستای بلند توپو میگیره. پرتاب بلافاصله برای رضایی. اشتباه بود پرتاب معمارزاده. حالا جاسم کرار. فرهاد مجیدی آفساید. آفساید. مجیدی در آفساید ماند. علی عسکری. نوری. جاسم کرار. مشتبه جباری. هافبک های استقلال خوب کار میکنن. آفرین جباری. بلا فاصله که میبینه بازیکن حریف به زمین افتاده، توپ رو به بیرون میزنه. نگاه کنید غلامرضا رضایی رو و همچنین حمید استیلی رو و این هم رضا حقیقی، دروازه‌بان جوان و خوش آتیه ی فوتبال ایران. یه تماشاگرم با اون لیزر خودش بالاخره روی غلامرضا رضایی زوم کرده. آرامش در نزد تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی. پرسپولیسی ها و استقلالی ها دقایقی است که آرام بازی رو نگاه میکنه و این هم وحید هاشمیان، چهره سرشناس فوتبال ایران که در وینکت ذخیره های پرسپولیس نشسته. نتیجه رو روی زمین میبینید، 1-0 به نفع تیم استقلال با گلی که فرهاد مجیدی زد. پرتاب از کریمی برای یاران استقلال. میثم حسینی. تیموریان. هیدری رو راه میندازه. خودش هم البته جای تیموریان، جای هیدری رو گرفت. حسینی ترجیح میدن بیارن به سمت چپ، جایی که با جاسم کرار بهتر کار میکنه. استقلال در مقابل پرسپولیس. نور محمدی حرکت میکنه برای تیم فوتبال پرسپولیس، درست در مرکز زمین. بادامکی این طرف برای حمیدرضا علی اسکر. به محوطه جریمه تیم فوتبال
استقلال میرسه، اما اونجا مهدی رحمتی جمع میکنه. تیموریان موقعیت هست برای یاران پرسپولیس که توپ بی ثمر به بیرون میره و از کنار دروازه باسم رحمتی باید بازی رو شروع بکنه. نگاه میکنید که چگونه حنیف عمرانزاده کاری کرد تا غلامرضا رضایی نتونه کاری بکنه. رحمتی ضربه رو میزنه به توپ، خوبم میزنه و حدود 80 متر توپش زمین رو طی میکنه. جباری به دقیقه 41 رسیده، 4 دقیقه تا پایان نیمه اول فرصت داریم. استقلال مثل دو بازی رفت و برگشت پارسال فعلا 1-0 جلوه. مازیار زاره تو البته خب من فکر می‌کنم غیر عمد بوده ولی داور تشخیص میده که عمدن رحمتی توپو با دست زده، نزدیک‌تر هم بود، حتما تشخیص داور درست داره. یک کارت زرد کیانوش رحمتی به خاطر خطای عمد خودش و هند عمد خودش میگیره. بازی کاملا الان زیر نور برگزار میشه در هوای مطبوع پایان شهریور سال 90. آبی پوشان استقلال و قرمز پوشان پرسپولیس تا اینجا فوتبال خوبی رو از خودشون به نمایش گذاشتن. 1-0 استقلال جلو از رقیب دیرین خودش در 71مین بازی دو تیم در تاریخ فوتبال ایران. نصرتی که جلو آمده چندان موفق نیست. حنیف عمرانزاده توپو خواهد زد. علی عسکری رضایی به نظر میرسید که هند علی کریمی شده باشد، اما داور چنین نظری نداشت. زاره نوری پشت دفاع تیم استقلال، فرصت برای پرسپولیسی ها، رحمتی میره و توپو جمع میکنه. فرصتی که برای کاظمیان پیش آمده بود. خسرو حیدری در سمت راست تیم استقلال صاحب توپه. یه بار دیگه پاس به مرکز دفاع تیم فوتبال پرسپولیس، جاسم کرار میندازه این طرف، حالا فرصت برای استقلال، باز هم جاسم کرار یه پاس خوب میندازه، معمارزاده بیرون میاد و جمع میکنه. نقشی رو در استقلال به عهده گرفته که کریمی در پرسپولیس به عهده داره. هر دو هم با تکنیک هم با انگیزه هستن در مقابل هر تیمی. تیموریان کریمی پشت دفاع تیم استقلال برای غلامرضا رضایی، ولی توپ خوب نیست و نصیب مهدی رحمتی میشه. ضربه از پژمان منتظری، مشتبه جباری بلند میشه ضربه سر رو میزنه ولی تو به میثاق معمارزاده رسید. نور محمدی نصرتی کنارشه، نور محمدی ترجیح میده همچنان خودش صاحب توپ باشه و حالا با یه پاس مستقیم موقعیت برای تیم پرسپولیس، اعلام خطا خواهد شد. یه موقعیت خوب برای تیم پرسپولیس به دست میاد. حیدری اعتراض میکنه، محسن ترکی کارت زردی رو هم به اون نشان میده. نگاه کنیم خطایی که به روی جواد کاظمیان انجام شد.
حالا که توپ کمی نزدیکتر به خط دروازه است ببینیم کی میزنه. ضربه قبلی رو کریمی پاس داد، مازیار زاره زد. این بار حتما کاندیداهای زدن توپ برای پرسپولیسی ها بیشتر خواهد بود. این خسرو حیدری است، بازیکن اخطار گرفته تیم استقلال. در 2 دقیقه استقلالی ها 2 کارت زرد گرفتند، کیانوش رحمتی و خسرو حیدری. این هم نمایی از مسیر توپ به خط دروازه. شوق طرفداران پرسپولیس برای این توپ و نگرانی استقلالی ها برای همین توپ. پایانش چه خواهد؟ چیزی حدود فکر بکنم کمتر از 20 متر فاصله توپ از خط دروازه است. ترکی همه رو به آرامش دعوت میکنه و ضربه رو یاران پرسپولیس خواهند زد. کریمی خودش میزنه، به دیوار دفاعی استقلال برخورد میکنه و پایان توپ برای پرسپولیسی ها پایان خوبی نبود. انگار به سر حنیف عمرانزاده برخورد کرده. دوباره حمله پرسپولیس، باز هم فرصت دارن. از همونجا میخواد مستقیم به گل بزنه. از کنار دروازه توپ برای اونها، یعنی برای استقلالی ها، دوباره بازی خواهد شد. یه لحظه هم ضربه آزاد کریمی رو دیدید که به جایی نرسید. نیمکت ذخیره‌های تیم استقلال: مهدی امیرآبادی، آرش برهانی، یوسفی، حمید عزیزاده، نفراتی بودن که نیمکت نشسته بودن. و اینجا هم صحبت مهدی رحمتی با آندرانیک تیموریان که زیاد مهربانانه نیست و کمک مربی آلمانی تیم فوتبال پرسپولیس. خود برای این تیم در دقیقه 45 در حالی که وقت اضافه هم به پایان رسیده، استقلال نیمه اول رو با پیروزی به رختکن خواهد رفت با گلی که فرهاد مجیدی زد. ببینیم در نیمه دوم مربیان دو تیم چه کار خواهند کرد و چگونه تیمشون رو برای 45 دقیقه دوم آماده خواهند کرد. حسینی توپو برمی‌داره و میره، اما داور دیگه ادامه بازی رو اجازه نمیده که پی گرفته بشه. یک نیمه یک فوتبال نسبتا خوب از دو تیم استقلال و پرسپولیس دیدیم.